اگر از دوستایت کم محبتی دیدی به سبب گناه هست، اگر تو را کس دوست نمی داشت خوش کس نمی آمد، بفهم یک گناه مرتکب شد که نباید مرتکب می شدی. بدون که در موقعیت قرار گرفتی که نباید دو موقعیت قرار می گرفتی، بدون در جایی رفتی که الله برات گفته بود که نرو، یا در جایی نبودی در حالی که الله می خواست که درود می بودی. هر زمانی که نسبت به دوستای خود یا دوستای ما نسبت به ما کم محبت میشه، کم مهر میشه، از ما دور میره، از ما فرار میکنه، بفهمید که ما از الله متعال فرار کردیم. یکی از بزرگان میگه، نامش فراموش میشه، میگه گاهی اوقات که من در خانه میرم که اگر اهالی یا اعضای خانواده، کسایی که در خانواده هستن یا حیوانات خانواده، خانه که هستن حیواناتی وجود داره، اگر از من سرکشی میکنن، از من نافرمانی میکنن، من میفهمم که من از الله خود نافرمانی کردم. واقعیت من قسمت همین روز یک کسی برای من زنگ زد، آریس دعا کو که خداوند فرزند مرا مطیع ما بگردانه. گفتم تو مطیع پروردگار شو، فرزندت خودش مطیع خودت میشه. کسی که تسلیم پروردگار باشه همه چیزا تسلیم او میشه، و کسی که از الله به الله تسلیم نشه، روز یک طفل کوچکم تسلیم او نمیشه، بس خود به خود بین مردم متنفر میشه، خود به خود منفور مردم میگرده. کس دوستت نمیداشته باشه، با هر نوع چاپلوسی که باشه، با هر نوع چرب زبانی باشه، با هر نوع تملق باشه، با هر نوع مصرف باشه، باز در دلت از جای نمیگیره. اما یکی هست که هیچ خوبی با تو نکرده، در دلت جای داره، جزء از وجودت میشه، فرق داره. یک انسان متقی هست، یک انسان غیر، یک انسانی که خود را پاک کرده، درون خود را پاک سازی کرده، و یک انسانی هست که درونش مملو از کثافات هست. لقمان حکیم را اگر شما در دعوتش مطالعه بکنید، آیات قرآن کریم را در سوره لقمان حتما خواندید. قبل از اینکه دعوت را با پسرش یاد بده، با دعوت امرش بکنه، با امر بالمعروف و نهی عن المنکر، این امر بکنه چی میگه؟ یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یا بنی، ای پسر کنه، اقم الصلاه، اول نماز، بعدش و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بکس بالای شما اشتر تأکید میکنم، بیشتر که روی تهجد تمرکز، بخاطر اینکه ما پیش از تهجد یا بعد از تهجد در مسیر دعوت میریم، در مسیر میریم که برای مردم بگیم از خدا بترسید. تو باید قبل از باید از خدا ترسیده باشی، پیش از باید تو یک کار را انجام داده باشه، بعد از برای مردم جو با جرأت میتونه گفته. در غیر صورت باز نمیشه، خودتون نمیتونه پیش از خود اعتماد داشته باشه. من خودم اخوام این کار را نکرده. حالی که یک کسی نماز جماعت صبح را نخوانه، تو بیایم در نوبت حدیثم که درس میده، فضیلت جماعت بیان میشه، چی قسم رو بیان میکنه؟ که جماعت را، این نماز را با جماعت خواندن 27 درجه در یک روایت، در یک روایت 25 درجه. قلبت برات میگه خود کجا بودی نماز صبح؟ واقعیت همی قسمت. پس لقمان حکیم به پسر خود قبل از دعوت میگه اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. ابن قیم رحمه الله میگه از آثار گناه چند چیز هست. سنگ دلی، هرچی کوشش کنه گریت نمیگیره در دعا، هرچی رحمت بکشی سنگ دل شده انسان، هرچی خود را به گریه هم میزنی نمیشه، مجبور است که یک دفعه دهن خود را باز کنی خواب کس را میگیره، دهن باز کنی باز اشک جارش باز خوشحال میشه، روی اشک رو اشک نیست، از حالت این مود که دهنت یک دفعه باز شده، انسان سنگ دل میشه و همچنان انسان بیرحم میشه، باز دلش مرحمت و مهربان نسبت به کس نمیداشه، سنگ دل، سخت، حبوس، و همچنان فراموشی دانش از آثار گناه هست. کس علم را فراموش میکنه؟ دحاق رحمه الله میگه، میگه هیچ حافظ قرآن کریم، قرآن کریمش فراموش نمیکنه مگر از اثر گناه هست. دحاق میگه هیچ حافظ قرآن، قرآن کریم را فراموش نمیکنه مگر از اثر گناه هست، از اثر معصیت و نافرمانی پروردگار است، پشت کردن به خدا هست. پس این ضرورت است به ما و شما، بالاخص به ما و شما، قبل از اینکه مردم را میگیم پاکشن، خودم باید پاک باشیم. امروز که تأثیر نداره، سخنان تأثیر نداره، و ما نمیتونیم یک انسان رو دو انسان را کنترل بکنیم، یک انسان را مسیر هدایت را نشان بدیم و راهنماییش بکنیم، چون خودمون مسیر هدایت را درست تعقیب نکردیم، خودمون مسیر را درست نرفتیم. ولی که تو خودت مترمانی یاد نداشته باشی، نمیتونی یک سم مترمانی یاد بدی، هر چی که بگی بازم یک موقعش بند میمونه. بالاخره تو باید خوب دقیق غالب باشی بالا، از بعد از اون که سوار شدی در جای کلینر نشستی برای بگی مترم به این قسم، ولی که تو درست مترمانی نکردی چه قسم کلینری میکنی که برازو یاد بدی که بریک است و ریز است و فلان است و فلان است؟ نمیشه. تو باید مسیر رفته باشی، مسیر هم صعبی هاش سپری کرده باشی، سختی هاش ره و هم آسانی هایش ره، باز میگه در این موقع به این گیر برو، در این موقع به این گیر، ولی که نرفته باشی باز نمیشه. جای شاید در جایی که ذرت به گیر دو باش دور برو چهار برو، نمیشه دیگه، موتر گم میشه. این مسیر رو باید خود ما رفته باشی، نباشی
و همچون ضرورت به تزکیه هست که ما از آشفتگی روح و ناراحتی و گرفتاری خلاص بشیم. امروز هر کس از یک غم میلون، هر کس همو خواسترین خواست ها، خواسترین خواست ها از غم میلون پریشان میشه، طبیعتش بند میشه، یا پریشان خمگین میشه، معبوس میشه، اصلا دفتری چی کرد؟ مرا تحویل نگرید؟ یعنی چی؟ در خانه که میرون کسی به من سلام نمیاندازه، این هم جای پریشانی است که به تو کس سلام نمیاندازه؟ صبح یک رفیق ماست پهلویم گذشت به من سلام نمیاندازه، خیلی چی کرد؟ گرفتاری و زانوی خود رزیر بغل گرفته چی کرده؟ این روز برای من کس زنگ نزده. خیلی جالب است. هیچ ما را دوست نداری. تو خود ما را هیچ دوست نداری. پس ما یکقدر ضعیف باشیم که در مقابل اقدر مشکلات اندک و مشکلاتی که ما یکقدر زود متزلزل شو بفهم که ضعیف هستیم. ما که توانایی گپ یک زشت یک رفیق خود نداشته باشیم، یک دوست خود نداشته باشیم، از خانواده، از خانم، از همسر، از رفیق، از برادر، از خواهر، از استاد که نداشته باشیم، حتما خیلی ضعیف شده دیگه. بالاخره خود را قوی بسازیم. ما ضرورت از این هست که تزکیه کنیم خود تو از آشفتگی ها و از مشکلات درونی و بیرونی نجات بیاریم. چرا که انسان های قوی متزلزل نمیشن، انسان های قوی باشن عقب مونده نمیشن، عقب گرد نمیکنن. عوف بن مالک میگه یک شخص پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، گفت بسرم اسیر شده، بسرم به دست دشمن افتاده و مادرش خیلی بیتابی میکنه. گفت برین هر دوی تان ذکر لا حول ولا قوه الا بالله بخونه تا از گرفتاری و از مشکلات نجات بیاره. لا حول ولا قوه الا بالله این ذکر زیاد بخونه. گفت ما ادامه دیم چند شب بعد آزاد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که مسیر تقوا را انتخاب میکنه الله متعال راه خروج برش باز میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که مسیر تقوا را انتخاب میکنه الله متعال همه کارهایش آسان میکنه. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، گناهایش بخشیده میشه توسط تقوا. و اعلموا ان الله مع المتقین، بدون که الله متعال همراه متقی ها هست. ان الله مع الذين اتقوا، بدونك معيه پروردگار همراه انسان های متقی است. ثم ننجي الذين اتقوا، ما نجات دادیم انسان های که مسیر تقوا را انتخاب کردند. واتقوا الله ويعلمكم الله، تقوا را انتخاب بکن تا الله متعال شما را علم نصیب بکنه. کل قد تقوا منوط مربوط است، نمیشه به تقوی به خدا برسید. بس کسانی که ما مسیر تقوا را انتخاب میکنه ولی مشکلات ما کم نمیشه، ای تو رسته که به این معنی است که ما تقوا را انتخاب کرده مشکل اصلا در زندگی ما نباشه. این دقیق باشه، تقوا به این معنی است که مشکلات تا مکمل حضر میکنه، تو را در مقابل مشکلات قوی میگردانه. ابراهیم در داخل آتش، ابراهیم در داخل آتش قوی هست، به کسی نیاز نداره، ما کسی سخن کس را تحمل کرده نمیتونه. فرق داره، او آتش برش بلستان هست، برش عادی هست، هیچ فرق نمیکنه. اما دیگر سخن، چون او در مقابل مشکلات او را الله قوی ساخته، چون سخت و وابسته به خدا بوده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یه وقت امام میشی. از زمانی که گرفتاری کم شاید نشه و شاید گرفتاری در خیر تو باشه، چون تا زمانی که ما را درک نرسه ما به خدا رجوع نمیکنه، تا زمانی که به ما پریشانیش نرسه ما و شما سجده های ما طولانی نمیشه، خدا میخواهد بیشتر به خودش نزدیک شوید. عبای بن عکب یک روز نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله من خیلی فراوان و خیلی زیاد به تو درود میفرستم، چقدر ثوابش به تو ببخشم؟ گفت هر اندازه که خودت میخواهی درود بفرستم، هر اندازه که خودت میخواهی. رسول الله بهش گفت، گفت یک چهارم چه کفایت میکنه؟ گفت خوب است ولی اگر اضافه کنی بهتر است. گفت نصفش رسا و بشتر تو باشم کفایت میکنه؟ گفت خوب است اگر بهتر کنی، اضافه شد خوب است. گفت اگر تمامش ثوابش رو به تو باشم درست است، خوب است. گفت اذن تکفی همه و توفر ذنبک، آل دیگه یعنی کار رو که تو انجام میدی غمهایت رو کفایت میکنه و گناهایت بخشیده میشه. درود فرستادن زیاد تو رو از مشکلات نجات میده. شما در داستان یونس علیه السلام خوانده این که
مفهوم آية قسم سكن خذ آية بيضة تنود مرشة خا آية بيضة مرشة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث اگر یونس علیه الصلاة والسلام از جمله مسبحین و کسایی که تسبیح پروردگار را میگن نمی بود در الله متعال که یک مدت طولانی را داخل شکم ماهی و نهنگ نگه می داشت او را ذکر پروردگار و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نجات می ده خود را کم می گفت خدای من کم هستم من گناهکار هستم تو بزرگ هستی تو پاک هستی ما از جمله و کسایی هستم که بالای خود ستم کردیم پس راه فرار از مشکلات همی است که ما کمی خود را تسلیه کنیم کمی خود را پاک کنیم شما در بین خود ببینید هر کی بیشتر تسلیه است او بیشتر مقاوم تر است و هر کی کمتر تسلیه است او بیشتر متزلزل است و ضرورت تسلیه برای کسب روزی انسان تمام چیزا با تسلیه ضرورت داره نیاز داره میتونه شو به خاطر روزی باز تسلیه روی تسلیه بگیرم درست است ولی این نیاز هست که گاهی اوقات به خاطر فرار از مشکلات، از مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مسیر تسکیه را تعقیب کنیم. شما مشکلات را نخواهد دیدین و مشکلاتتون کاهش خواهد یافت یا در مقابل مشکلات مقاوم خواهد شدین. برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی و رسیدن به خودکفایی اقتصادی نیاز است که ما تسکیه شویم. یک روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در نیم روز وارد مسجد میشه، ابو امامه را میبینه که در یک جای نشستگی است، چادر را بالای خود انداخته. میگه ابی امامه چی میکنه در غیر وقت نماز مسجد آمده؟ گفت یا رسول الله قرضها و بدهکاری مرا به اینجا کشانده خیلی قرضدار است مشکلات مرا به غیر وقت نماز مرا به مسجد کشانده گفت دعا را بخون که اللهم اینی اعوذ بك من الهم والحزن و اعوذ بك من العجز والكسل و اعوذ بك من الجبن والبخل و اعوذ بك من الفقر والكفر و مقسمتها من غلبة الدين و قهر الرجال ای دعا رو بخوان لفظ میگیره خوان قرضا تموم شد اما تو تسکیه اما تو پاکی اما تو باور انسان رو به یه جای میرسونه پس هیچگاه این فرمول به یادتون باشه هیچگاه موفق نمیشه اگر شما تمام اسباب شما مجهز باشه که تقوا نباشه هیچگاه موفق نمیشه موفق خواهد شدن اگر چی اسباب نداشته باشن به شرطی که امرتون تقوا باشه خدا ترسی باشه این به این معنا نیست که ما از اسباب استفاده نکنیم این به این معنا نیست اما اسباب کم اسباب و وسایل کم برای شما خیلی کار بزرگ رو انجام خواهد داد ولی گاهی اوقات میشه که تمام دارایی‌ها برات هیچ چیزی نمیشه هیچ مفید واقع نمیشه پس ضرورت است که ما تسکیه شویم ضرورت است که ما پاک شویم انسان‌های ذکی و تسکیه شده و پاک میتونن موفق و این فضل پروردگار است که کس را پاک کرده و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا وقتی که تزکیه شدیم بازیت میشه که بس دیگران را تمامشون را گناهکار فکر کنیم فلا تزکو انفسکم و اعلمو بمن اتقا خود را تزکیه نکنن و خود را پاک نشمارن دیگه مردم را گناهکار الله متعال میفهمه کی متقی است الله متعال ما شما را تزکیه بگردونه بازم براتون میگم بزرگترین عامل موفقیت تسکیه بزرگترین عامل شکست بی توجهی در مقابل تسکیه بس خلاص درس امروز ما شد حالا دیگر مسیر خیر و شر مسیر موفقیت و ناکامی مسیر سرفرازی و سرنگونی رو خودتون انتخاب کدام مسیر این مسیر یک دفعه تجربه کنیم خوب است اگر حق گفتم شما جمعی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده اما حق گفتم شما سهم شیطان بوده اشتباهی لفظی خطای گفتاری و علمی را به بزرگواریتون عفو بکنید اگر در لایف کدام مشکل ایجاد بوده من خود نمیفهمم اگر بوده باشه ما را به بزرگواریتون عفو بکنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته